عیدتون مبارک، سال نوتون مبارک. شما عید شما مبارک. خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم دیدمتون. و همچنین خیلی چند ساعت بود ندیده بودیم من دیگه رو؟ یه مدتی هست به هر حال. خواهش میکنم. ولی من از شما یه درخواست دارم. عیدی میدی من به کسی نمیدم. قربونت برم. بی خود بی جان. اون که اون که اصلا حالا اونو بعدن صحبت میکنیم. وسط برنامه صحبت میکنیم. ولی یه کار جدید دلم میخواد انجام بدیم برای سال نو. مثلا چی؟ توی شو یه تغییر تحول ایجاد بکنیم. مثلا چه من به خودمون انقدر گیر ندیم. بابا این همه کشور تو دنیا هست. به اونا بخندیم. بریم به کشورهای دیگه بخندیم؟ آره. چی میشه؟ حتما باید به خودمون بخندیم. ما اصلا چه اهمیت داره که تو کشورهای دیگه چیکار میکنم؟ من به کشورهای دیگه چیکار دارم؟ مثلا خب البته خیلی ها مثل تو اینجوری فکر کرده بودن، گفتن آقا نگاه کن مثلا توی هند شاش گاو خوردن مثلا برای ویروس کرونا دیگه، نمیدونم اون یکی اینو گفت. اصلا فرض بگیریم تمام کشورها کارهای احمقانه میکنن، به من چه؟ من دوست دارم تو کشور خودم مثلا هیچ کار احمقانه ای نکنن. هر وقت میخوان بگن مثلا یه جای خوبی هست، بگن ای کاش مردم سوئیس هم این مردم ایران بودن. یعنی اینو دوست دارم. کاری ندارم والا هر جا هر غلطی دلشون میخواد بکنن بکنن، به ما چه ربطی داره والا. باشه، بعد در نظر داشته باش تمام این کشورها مثل مال ما که نیست که تا یکی بخواد مثلا یه حرف انتقادی بزنه بادم جون رو بهش معرفی کنن با روغن بنفشه. این در واقع اونجا 10 تا 100 تا 50 تا از این برنامه مدل ما هست، از پادشاه و ملکه و دیگه نم رئیس جمهور و نخست وزیر گرفته تا اون پایین و همه رو میشورن پن میکنن روی بند، خوش بشن، کسی هم به کسی کاری نداره عزیزم. بذار ما به کار خودمون کار داشته باشیم، راجع به خودمون صحبت بکنیم با هم دیگه. برنامه طنز انتقادی میگیم، میخندیم، شوخی میگیم، چیز بقیه هم کاری نداشته باشیم. منطقی حرفت، منطقی جواب. چون جاهای دیگه هم به ما کاری ندارن که، برنامه خودشون هم راجع به خودشون صحبت میکنن، مگه اینکه ما یه کاری بکنیم رد داشته باشه به اونا. همینو بگو والله. آره حالا به نظر من، حالا شما به نظر من همین جوری که اینو قانع شدی ایدیت هم بیخیال شد. نه نه اونو اصلا امکان ایدی الان بهت میدم، اصلا یه ایدی خوب برات در نظر دارم. نه نه ایدی خوبیه، ایدی خوبی. ببینیم چیز میز. به به چیز میز چندمین روز قرنطینه. یه روز به یه ژاپنیه و یه فرانسویه و یه ایرانیه میگن اگه کرونا بیاد چیکار میکنیم؟ فرانسویه میگه ما همه پروازامون رو متوقف میکنیم. ژاپنیه میگه ما یه ربات نظارتی میسازیم که بتونه مبتلاها رو شناسایی کنه و از گسترش بیماری جلوگیری کنه. حالا اینجا شو گوش کن. ایرانیه میگه چی میگین؟ الکی شلوغش میکنین؟ اینم مثل سرماخوردگیه دیگه. بیا جلو ببین چیکارش میکنه. بیا جلو. ها؟ چی شد؟ ترسیدی؟ از آمبولانزا که بدتر نیستی؟ بچه ها مثل این که موضوع جدیه، نامردا زیاد بودن، انتظارشو نداشتم. بذار یکی من بگم، اینو شنیدی؟ یه روز به یه چینیه و یه آلمانیه و یه ایرانیه میگن چجوری با کرونا مقابله میکنیم. چینیه میگه ما ظرف یه هفته 10 تا بیمارستان میسازیم. آلمانیه میگه ما تمام توانمونو میذاریم واکسنش رو پیدا کنیم. ایرانیه میگه به نظرتون کمبود امکانات کادر درمانی رو چکار کنیم؟ ای بابا از همین سفره یه بار مصرف ها هر متری 4 تا دستکش در میاد دیگه، میپیچی دور دست تموم. نشد، یکم خراب شد. بذار از اول میگم. چینیه میگه ظرف یه هفته 10 تا بیمارستان میسازیم. آلمانیه میگه درمانش رو کشف میکنیم. ایرانیه میگه من شک ندارم این کرونا حمله بیولوژیکیه. از ساختارش مشخص کار آمریکاست. مگه میشه ویروس اینجور نقطه زن باشه؟ ای بابا اصلا تو نمیخواد جوک تعریف کنی بابا، خیلی بد تعریف میکنی. اینو گوش بده، یه روز به یه آمریکاییه و یه ژاپنیه و یه ایرانیه میگن باید برین تو قرنطینه. آمریکاییه میره هرچی دستمال توالته میخره که تو مدت قرنطینه بتونه خودش رو تمیز کنه. ژاپنی هم بعد از اینکه هرچی دستمال توالت بود خرید، یه ربات اختراع میکنه که وقتی رفت دستشویی ربات با دستمال توالت تمیزش کنه. ایرانیه فقط با یه آفتابه راحت راه میفته میاد. اونا میگن این چیه؟ اینا میگه آفتاب است. دیگه آمریکاییه یه نمونه برمی‌داره میبره ناسا، اونجا مهندسی معکوسش میکنن. خلاصه بعدم به تولید انبوه میرسه، نمونه هوشمندش هم که تا اول پاییز قرار معرفی بشه. فینیش. کار کوچیکه یا بزرگ؟ با چه درجه حرارتی بشورم؟ لوکیشن بزنم عمومی یا پرایوت؟ جالب بود.
ویبره موبایلته؟ داره زنگ میخوره. نه، این آلارم داره میده. کارتریج روغن بنفشم تموم شد. واو، هوشمنده؟ آره، موزیک پخش میکنه، قطب نما داره، اپ هم میشه روش نصب کرد. چیز میز، چیز میز آن، 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 چیز میز، چیز میز آن. خوب این زردای پیرهنه تو با من ست کردی یا؟ آره دیگه میدونستم. ببین با خواب دیده بودم. ببین دستمال توی جیبو، کروات و جوراب. به به آقا اصلا شیک تشید به خدا تمنم. من میدونستم تو توی پیرهنت زرد هست، خواستم شرمنده نشی جورو بدید. مرسی، لطف کردی، خیلی ممنون. حالا این همه استعدادی که واسه تو 24 ساعته دارن ویدیو میفرستن، یه چند تاشو میخوای پخش کن؟ چشم، باشه، حتما. خیلی هم ممنون میشم. ممنونم از همتون که فرستین. بازم بفرستین. اگه به سوژه یاب میفرستین، آیدی اینستاگرامتونم بذارین. خیلی ممنون. یکیشو تماشا کنین. جان مهمون، مهمون امشب لطفاً میشه معرفی کنیم دیگه؟ مهمون نداریم عزیزم امشب، ما مهمونه. ما اولا خدمتتون عرض بکنم که الان وقت مهمون دعوت کردن نیست، مهمون همه رفتن عید دیدنی. خب و این یه نکته. دومین نکته این که ما امشب به خاطر اینکه بعد از برنامه ما برنامه گاد تالنت پخش میشه و مرحله ای هستش که داورها تصمیم میگیرن کیو نگه دارن کیو حذف بکنن، یعنی مرحله اصلی اینجاست و ما هم به اتفاق شرجان قبلا، چون اگه احیانا دیدیم ما توی ویدیو دست دادیم به کسی دست دادیم و اینا، بدونید که قبلا بوده، یعنی نیاییم مثلا توصیه های پزشکی و ایمنی رو به ما بکنیم، قدیم بوده که همه سالم بودیم و رفتیم پشت صحنه براتون از داورا، اتاقاشون، زندگیشون، رفتار زشتشون، رفتار تمام اینا رو براتون یه گزارش جالب تهیه کردیم و با همین گزارش رو به عنوان بخش میهمان میبینیم. عالی. دیگه چی بود؟ بسیار عالی، خیلی ممنون. همین دیگه. آره، پس همراه ما باشین، گزارش رو با هم ببینیم. خیلی باحاله نه؟ محشره واقعا. همه چی فکرشو کردن، همه چی آرومه، همه چی آرومه، فقط منتظر مان که ما به همش بریزیم و خرابش بکنیم. من میدونی که میخورم این برمان لوگو رو نگاه کن ببین چقدر برو این پرده شنگ. اینه چیه؟ اینو ببین، ابی لابز هیز فنز. من فکر میکنی من دوست داشته باشه ابی؟ اینه مال مجری هست، میگیرم دستشون. این چیه؟ ابی لابز هیز فنز، ولی ابی نمیدونم من دوست داره. خب دیگه به تو ربطی نداره. بزن یوش چه خبر اونجا؟ بیبریم از اون بر، ببینیم بیبریم از اون بر. بیبریم بچه بیبریم. چند ساعت دیگه قرار جلوی داورها اجرا کنم. بل کچا وای اره برقی من میگرم چیکار میخواد بکنه؟ شوخی نه بیا اینو نصف کن.
میتونی؟ ایرانیه. بریم اینا میتونم منم میتونم. بریم پشته. سلام تارا خانم، چجوری؟ چرا؟ با همین دمپایی بگیر، همین دمپایی قشنگه، این دمپایی قشنگه. تو الان اینجا کار داری؟ تمرکزش به هم میرسه. خب بریم. کجا داری میبری دختر من؟ کار که نداری؟ نه من بیکاری اومدم. این اتاق چیه؟ این چیه رفت تو چشکم؟ اینه اتاقی که ما من و فرزان انتظار داریم بیاییم اینجا، برای اینکه مهناز و ابی و آرش و نازنین. اتاق داوراست. الان فکر کنم دعوا کنم بدونم من اینجا. چرا؟ خب بیا ببریم دیگه. فقط نه خب پس بریم. نگن ما کردیم، ما را دعواره اینجا. مشکل ما مقصر نیستیم. آره بیا بریم. شیطونی های سیناس اینجا کجاست؟ به 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 السلام علیکم. مجری خوشتی پا خوشقد و بالا و حالشا خوشقد و بالا تو عزیزم، زیبایی اصلا غیر قابل توصیفه. مرسی. ایشون خوشتیپه. آها. فرق میکنه. این خوشتیپو با آقا میگن، خوشگلو به خانم. آها. متفاوتن. خواهش میکنم، خواهش. با هم پشت صحنه دعواتونم میشه یا نه؟ هر روز. هر روز. خیلی خوبه. کی برنده میشه؟ من. آفرین. مسلمه. مرسی. بریم اتاقتون اینجاست؟ بریم ببینیم اتاق کی از همه مرتب‌تر و تمیزتر، بهشون جایزه بدید. تو فرصت چون داریم اول میریم سراغ اتاق، اینو نگرش دار اتاقشو جمع نکنه. آره من میسم دم در. اینجا بچه بیاین اینجا، یه بیاین اینجا، چون من این اتاقو قبلا چک کردم دارم میگم. اینو نگاه کنین، این عکس ابیه، این عکس شوهرمه. برای چی گذاشتی کنار ابی؟ خب ببین، اول ابی رو گذاشته بودم خب که بدونم برای کی دارم کار میکنم. خب بعد دلم سوخت، دیدم این عکس توی کوکولم گفتم اینم بذارم هیونی. گناه داره. رایش دوره. احساس نکنه فقط ابی رو دوست دارم. آها. ولی خیلی هم عکس بدی است. نه اتفاقا خوشتیپه. آره مرسی. تو این عکس خوشتیپه. این چیه؟ این کلگیسمه، این لونگته. لونگمه. لونگ. قشنگ لونگ اصیل. کار درستی هم هستا. مرسی، قابل نداره. خواهش میکنم، نه برازنده شماست. اینم سیبیلته. یس. اوه، ایتس سو گود. ببین نمیشه هسته ولی تو چشم میزنم نمونن اینکو. واو. خوبه بچه ها؟ خیلی خوبه. قربونتون برم من، ببینم. خدمت همه شما عرض بکنم که برنامه گات تالنت یه برنامه بسیار بین‌المللی و خواهش میکنم دست شما درد نکنه. اینو خودت میذاری و یکی از شخصیتات. اسم این شخصیت چیه؟ محمود. محموده. بعد اون معامله کیه؟ محوش؟ سلندیان. آمال سلندیانه. آمال سلندیان. موهای سلندیانه. بریم اتاق فرزانه ببینیم. تو فرنگی مال توه؟ بله. بله. بریم بچه‌ها بیان. بیا ببینم. بیا این تو ببینم. نرفت تمیز نکرد که شدی. نه نذاشت. ببینم. بیا این تو ببینم. چقدر مرتبه الکی اینجا. هیچی هم نیستش. اینو مرتب کردی؟ اینو مرتب کردی. جورابامو اینجا خواستم بردارم. اینا که تمیزه که. نه 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 اینا. یه دونه جورابت. یه دونه جوراب تو راهرو افتاده بود. تو چرا عکس کسی رو نزدی به اینجا؟ چی؟ چرا عکس نزدی؟ تارا عکس شوهرش رو زده به اینجا. عکس شوهرش. آره. تو کسی رو نداشتی اینجا؟ تو عکس شوهر تارا رو نمی‌خواستی بزنی؟ من شوهر ندارم، ببخشید. این چیه؟ اینو امروز تارا جون گفت کردن. بخاطر شغلش اذیت کرده. چه دستخطی داره؟ چه دستخطی داره تارا؟ نگاه کن این دستخط تو اینه کارت پستال میمونه لامصب. یعنی چون تو رو اذیت کرده، من تحملش کردم دیگه، آخر سر شرمنده شدم. اوکی. دست خط نگاه کن. نو. بابا اونقدرم خوب. نه بابا خیلی خوبه دیگه. خدای برای من چاپ کارت پستالایی است که معمولا توی کتابخونه ها میرم چاپ شده رفتم میگم وای خدای صاحب این خط کیه؟ اینه. صاحب خط اینه. والا به خدا. خاصم چطوری؟ تو هم از عدد من باست تو اصلا یه دونه گلکسی نوت میگیرم که باست من بنویسی.
بریم اتاق تو رو ببینیم. بریم. یعنی وای به حال. واقعا همه اتاقامو شکل همه. آره مطمئنم. علاوه بر تمیزی ولی یه مقدار متفاوت میشه. بذار ما تصمیم بگیریم. چش. تمیزه. بیام بچه‌ها. تمیز. اینجا تمیز. بریم. این چیه؟ آخه اینم رو سرش. این حمومه. این حمومه. خب قطعا اینم دستشویی، ولش کن. به به به. کفشاشم مرتبه. بله. همه چیش مرتبه. اینا تو بگی. بله خیلی ممنون. اینا کسایی که قرار انتخاب بشن. بله. مرتبه. اوتش مرتبه. خیلی اصلا فکر نمی‌کردم. واقعا توقع این چیه؟ واقعا توقع نداشتم. این چیه؟ این یه لواشکی که از ایران اومده. یعنی به ما نداده. خب ندیدم شما نیومدین بالا. بفرمایید بفرمایید. ببین بابا تو لواشکی. خوبه. خوردین حاجو خوردین بایداره میخوریم یه دونه نگر رو چه مستد بسته چه خب تو با من نصف کن نه نه بابا خوراکی های دیگه هست لواشکشو میخواست نه 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 شوخی کردم میارن واسه لواشک چهار میوه هم هم بله خیلی خوشمزه نه نمیخواد بخورم نه نه این الماس همون یه میلیون خریدی؟ نه خب اون تازه یکی از اینا این یه میلیون دیگه است قربونت برم من اینم یکی از اون میلیون ها اینا رو همینجوری اینجا نذار نه دیگه اینقدر زیاده ما همینجوری پخش میکنیم همینجوری میریزین میریزن دیگه هر روز برای جواهراتی که میفرستن جواهرات سلطنتی انگشترای مهناز افشار من میفروشم ببین همش هم خیلی دیگه اصلا با یواشک با لواشک اینو یه کیلو لواشک حالا جلسه که نداشتی واقعا جلسه کاری داری خب بیا برو شما میخواین تو اتاق من بمونید نه 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 ما میام بیرون میخوام تو این اتاق بمونید چیکار چون لواشک دیگه باقی نمونده دلیل نداره لواشک خوشتون اومد خیلی باحال بود خیلی قشنگ بود آفرین دختر تمیز مرتبی هستی نه خدا من میدونی من از مدل خودمم شاید اگه مهمون داشته باشم من فکر کردم از اونایی که پریزو بفینم من اگه مهمون داشته باشم مثلا هلو های خیلی مامان سلام مثلا فکر کن سلام بچه‌ها بیاین اینجا سلام سلام ببینید بچه‌ها همه اینجا فارسی بلدن همه بدون استثنا از کسایی که اینجا امنیت رو برقرار میکنن تا مهناز که فرار کرد همه پارسی بود یه بار دیگه سلام خوبی شما یا تا همینجا بس thank you so much خب چیکار می‌کنیم کیو اذیت کنیم حالا دیگه کیو اذیت کنیم بگیرید اینو که در غذا میخورد ببینید همش در حال خوردن who's here اینجا کیه؟ اینجا اتاقه کیه؟ میتونیم بریم میخواییم همه جا رو به هم بچه بیاین وای بچه بیاین ببینین کی اینجاست خوبی؟ سلام احوال ما اتاقه رو داریم چک میکنیم ببینیم اتاق کی از همه مرتب تره خوبی؟ خوبی؟ اتاق آرش به نسبت آرش جان اتاق تمیزه یا نه کلا آدم من آدم تمیزی هستم بله کلا آدم تمیزی هستم به نظر تمیز اتاق چقدر کفشش خوشگله خیلی کفشت خوشگله بابا این کفش خیلی اینو لطفا درآ اگر اشکال نداره اینو بده به من شش بفهمید تو زیاد چیزای رنگی داری خیلی خوشگله ولی خیلی خوشگله ببین اینجا برام پیرانمو گذاشتم چیپس و بیسکویت و آخ من یه دونه از اون بلوبری ها میخوام بفرمایید بلوبری و این برام که اینم تارا گرفته واسهت نه این برام که برای اینجا از امروز شروع کردم فکر کردن شرکت کنم رو نگهداری ها از الان دارم برای خودم این نقطه های میزنم دنبال چی میگردی آرش یعنی چی میخوای ببینی چی باید که باشه که من و ابی با هم خیلی فرق داریم از یه لحاظ اینه که ابی جان فقط میره رو پیور تالنت فقط نگاه میکنه که فقط چقدر خوب میخونی یا نه من پکیج رو نگاه میکنم بله ابی جان فقط بیشتر نگاه میکنه که کی اون کار رو چقدر خوب انجام میده من برام ویژوئل هم مهمه خب یعنی همه چی به صورت مثلا به تیپ صدا قیافه من پکیج نگاه میکنم نگاه میکنم اگه میخوام روی پول بذارم پولی روی در میاره آها اینجوری نگاه میکنه بیزینس منی نگاه میکنه اینم لباسه آرشه و که همه اینجا آماده است مرتب کفشاش این خیلی عزیز بوده گذاشتنش این تو نه نمیدونم یکی گذاشته اون تو نه بابا اصلا عزیزم آقای گفتم شاید مثلا خیلی عزیز بوده این گوشه توی پلاسی بریم ببینیم نازنین داره چیکار میکنه بچه‌ها مرسی آرش میام آرش شو فرود همچنان مجری برنامه در حال خوردنه هنوز هنوز ده نازنین خانوم بیاین یکی از داورای خوشگل به 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 سلام
در خوشگل‌ترین حالت ممکنه گرفتیمش. Oh, I thought you were Farzan for I just heard a deep voice here and I was like چطوری؟ ما اتاق رو داریم چک می‌کنیم نازنین ببینیم اتاق کی از همه مرتب‌تره. خوبی هستن کی مرتبه؟ I wish I would have known you were taping. خب خیلی تمیزن همه. نه، پرفکته. هیچ چیزی نتونستیم گیر بیاریم. چیزی هم نیست، اتاق تر تمیزه. اینو انداختی رو زمین چرا؟ آخ فقط تنها ایرادت. انداخته پایین ولی بهش نگفته من دارم بعد اینا هم گذاشتی جلو یعنی در حین میکاپ. آره. خب خوب انرژی میخوام. انرژی هم میگیری؟ اینا رو بخونم این آها تو هم داری نگاه می‌کنی ببینی کیا رو داری نمره میدی تو هم؟ آره. خب نمره نه یعنی دارم برای خودم می‌نویسم یادت بمونه مثبتشون چرا باید برگردن چرا دوستشون داشتم بعضیاشون یادم رفت چرا خب چه چیزایی پشیمونی ها کدوم ها رو باید پشیمونم کدوم آره یه سریاشو نگاه می‌کنی پشیمون شدی نه پشیمونم واقعا یادم رفت اینا چی کار کردن مرحله سخت قضیه همینجاست دیگه که از بین تمام اینا بشینن فکر بکنن و انتخاب بکنن کدوم باید برگرد شما به اونا زنگ میزنید که ما میگیم نه آره آره دیگه خیلی ممنون من تو نمیخوای اصلا کلا تو اصلا به هیچ وجه نمیخوای بعد باشی توی برنامه ما دلداری اوکی اشکال نداره ولی اینا جواهرات واقعیه ببخشید بله ممنون متشکرم بریم بچه ها من گوشواره رو بذار لطفا گوشواره هاشم خوشگله خیلی بهت میاد سینا آره بذار ببینم من گوشم هم سوراخه بذار موهاتم کوتاهه خیلی هم خوب نشون میده ماشاءالله ماشاءالله پنجه آفتاب میمونه به خدا پنجه آفتاب قربونت لباساشو چک بکنیم مرتبه 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 متاسفانه مرتبه یعنی هیچ کس به اندازه تارا در امریکا نبود اتاقش اینا رو ببخشید اینا رو من قایم بکنم اینا رو نگیرن بریم اون چیزی که اونجا وای عزیزم قربونت نازنین جون